نتیجه پجروهش های جدید در آمریکا نشان می دهد جراحی چاقی در افراد مبتلا به دیابت خطر حمله قلبی و سکته مغزی را در آنها کاهش می دهد. گزارش این تحقیق روز سهشنبه در آخرین شماره جاما مجله جامعه پزشکی آمریکا منتشر شد. همکارم دکتر شیده رضایی گزارش می دهد. تحقیق درباره سودمندی جراحی و برداشتن چربی های انباشته شده در افراد چاق مبتلا به دیابت با بررسی پرونده پزشکی 20 هزار بیمار دیابتی در یکی از مراکز پژوهشی کایزر پرمننت در سیاتل ایالت واشنگتن به نتایج امیدوار کننده ای رسیده است. مهمترین یافته تحقیق این است که خطر حمله قلبی و سکته مغزی در کسانی که تحت عمل جراحی قرار گرفتند 40 درصد و میزان مرگ 67 درصد کاهش می‌یابد دکتر دیوید آرتر بارن پژوهشگر ارشد این تحقیق توصیه می کند که از این پس بیماران مبتلا به دیابت که چاق هستند و شاخص توده بدنی یا BMI بی آنها بیش از 35 است درباره جراحی چاقی با پزشکشان مشورت کنند. در حال حاضر گذینه هایی که پزشک برای بیمار مبتلا به دیابت نوع دو یا بزرگ سالان مطرح می رژیم و داروی خوراکی و انسولین است و خیلی کم احتمال دارد که جراحی را پیشنهاد کنند. دکتر دیوید آرتر بارن میگوید جراحی چاقی به نفع این بیماران است اما به مشکلات آن نیز باید توجه شود بیماران باید بدانند که احتمال نیاز به جراحی دوباره و بستری و گذراندن دوران سخت نقاهت وجود دارد و نهایتا عوارض جراحی بسیار کمتر از خطر مرگ و عوارض زندگی یک فرد بسیار چاق با دیابت است جراحی چاقی علاوه بر کاهش وزن و تصحیح قند خون موجب پایین آمدن فشار خون هم می شود و احتمال دارد که این تغییر نیست در کاهش میزان حمله قلبی، سکته مغزی و مرگ و میر و ناشی از آنها نقش داشته باشد. شیده رضایی صدای آمریکا